جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. درود به روان پاک دعا بر مرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. پس از 43 سال اشغال ایران آریایی، برای نخستین بار از صمیم قلب به همه مشروط خواهان واقعی، به همه میهن پرستان، به عاشقان ایران آریایی، به عاشقان پهلوی، به عاشقان بازگشت نظام برحق و انسانی شاهنشاهی، به همه تون تبریک میگم. ما پیروز شدیم و از امروز باید از سنگرهامون بیرون بیایم و حالا حمله رو آغاز کنیم. دیگه اجازه ندیم به ما حمله بشه و ما دفاع کنیم. با این تیتر کارمون رو با شما عزیزان آغاز میکنیم. خواهش میکنم از همه میهن پرستان واقعی لطف و محبت بفرمایند و خودشون لطف کنید خودتون و سنگر ایران آریایی رو، تنها سنگر، تنها خانه باقی مانده رو نگه دارید.
و بچه های عزیزم نقاشی دارید، نقاشیاتون هم پخش میشه تا یه رو 20 دقیقه دیگه. و ممنونم از همه حمایتاتون، ممنونم از پیام های بسیار محبت آمیزتون از داخل کشور. من یکی دو تاشو تونستم وایس بذارم جواب بدم. خیلی از همتون سپاسگزارم، از چند تا از آقا پسرها، یکی دو تا بانوان، دختر خانوما و همه شما عزیزان خیلی ازتون ممنونم. اگر بقیه رو فقط تونستم یه گلی بفرستم، یه جاویدشا بفرستم، یه به هر حال به یه طریقی خواستم تشکر بکنم. خیلی ازتون ممنونم، حمایتای شما دلگرمی میده به من که منم بیام اینجا بشینم و خلاصه بریم دیگه، با هم بریم. بچه های ایران در داخل کشور و حالا میگم بچه های خارج از کشور، کاملا برایز من گوش کن، این دو ساعت رو بیاید در کنار من بشینید و من میخوام با اتون حرف بزنم. من اومدم پای تخت سیاه دارم درس جواب میدم، شما هم وظیفتون رو بشینید به شاگردم بره گلاس گوش کنید. به هر حال این چند هفته اخیر خیلی ممنونم از لطف و محبتتون که حمایت کردید با صحبتاتون و با تشویقاتون. و بچه هایی هم که حمله میکنید، فحاشی میکنید، تهمت میزنید، بابا جان اول برنامه رو گوش کن، اول گوش نمیکنید بعد می مزخرف میگی، اون وقت میزنم تو گوشتون، اون وقت مثل خاله خانباجی ها به التماس میدید، بعد میدید با 100 تا آیدی میم بیشتر فوش میدید، با 500 تا آیدی به بلاکت میکنم، عکس آیدی تو بمدم میزنم تو کانال، میگم مزدور بگیریدش، سر به سر من نذارید. من زدم به سیم آخر دیگه، اگه بخوام من از آیدی بترسم که دیگه ول معطلی بتم هرگین سر جاتون، شیطنتم نکنید. زو بریم سر کارمون. جنگ 5 سال من اینجا به شما عزیزان دارم میگم، به جز این 5 سال 30 ساله دارم میگم، حداقل از زمانی که دیگه اینترنت اومد و صدای ما به صورت دیگه عمومی پخش شد. حالا قبلش روی رادیو میرفتیم و حرفای میزدیم، صداهاش هم دارم، 99.5% صداهامو دارم، شاید چند تاش دیگه از بین رفته ولی دارم، صداهای خودمو دارم، همه رو ضبط کردم. تمام صحبت من و تمام صحبت ما میهن پرستان، ما که نه شرفمون رو فروختیم، نه حیثیتمون رو فروختیم، نه عقلمون رو شوهر دادیم، نه اجازه دادیم که به اسم استاد، به اسم بزرگتر، به اسم بی احترامی نمی کنم، استاد مخلصشون هم هستیم، بزرگترن، چاکرشون هم هستیم، ولی رفته رفته من خودم شخصا به اساتید خودم، به بزرگترهای خودم با کمال ادب و احترام ازشون اجازه گرفتم باشون بحث کنم و قانعشون کردم. بعضیا خوب لطف و محبت کردن و منو مورد لطف قرار دادند و گفتن که خب آره میدونیم درست میگی اینا، اما الان جاش نیست. و من همیشه گفتم جناب سرهنگ، جناب تیمسار، آقای دکتر، آقای مهندس، استاد عزیز، آقای فلان، به هر حال اساتید و بزرگوارانی که من افتخار شاگردیشون رو داشتم و هنوزم دارم، گفتم که الان جاش نیست، الان موقعیتش نیست، شما به من بفرمایید کی موقعیتش میشه. ببخشید ما فوتبال، حالا من مایی که بالاخره یه لگد به توپ زدیم، در فوتبال یه فلسفه ای هست، میگن تو 90 دقیقه فرصت داری، 90 دقیقه فرصت داری، نتیجه گرفتی گرفتی، نگرفتی اگر بازی نیمه نهایی باشه، بازی یه حذفی باشه، یعنی بازی باشه که تو باید امروز یا ببری یا ببازی. حالا بازی رفت و برگشت خب 0-0 شده، 1-1 شده، هیچ، ولی یه بازی هایی هستش که تو فقط یه فرصت داری، یا در این بازی امشب امروز باید ببازی یا باید ببری. دیدید دیگه جام جهانی و دور اول که تمام میشه میان تو دور دوم، تیما یه بازی یه بازی یه بازی باید برسن به فینال، بخوری تمومه. یعنی اون بازیایی که تو مقدماتی حالا انگلیس رو زدی، آلمان رو زدی، فرانسه رو زدی، هیچی، همه اون زحماتت با یه بازی مثلا جلو، فرض بفرمایید چه بودم، مثلا جلو مراکش، مثلا جلو یونان وادادی، تموم شد، باختی. ما 90 دقیقه فرصت داریم، اگر وابدی مجبوری 2 تا 15 دقیقه بدوی. 90 دقیقه تو یه بازی که یا باید میبردی یا باید میباختی، نیومدی به بازی که اومدی ببری دیگه، 90 دقیقه دویدی، ساق پاتم لگد خورده، خورد و خمیر شدی، چون 90 دقیقه رو به اندازه 150 دقیقه دویدی، اومدی نتیجه بگیری. میدونی همین یه بازیه برای رفتن به دور بعدی، یا به نیمه نهایی، یا به فینال، یا برای قهرمانی، یه بازی.
اگر بازی مساوی بشه مهم نیست جلو چه تیمی، چون اون تیم هم میدونه، اونم تو همون حاله، اونم میدونه یه بازیه، اونم با تمام قدرت اومده جلو. اگر مساوی بشه دو تا 15 دقیقه همین سگ دویی رو باید بزنی، تازه با این تفاوت که اون دو تا 15 دقیقه یعنی اون 30 دقیقه وقت اضافه به اندازه اون 90 دقیقه است. چرا؟ چون هم انرژی دست دادی، هم کتک خوردی، هم عصبی شدی، هم استرس تمام وجود بدن خودتو بازیکن رو گرفته، هم فشار جمعیت است، فشار روحی، فشار روانی، فشار جسمی. اون 30 دقیقه واویلاس، اون از اون شب احیاسون و قرامز رو سره. من مثل سگ از اون دو تا 15 دقیقه همیشه میترسیدم. بعد اگر بازم مساوی بشه بازی، حالا شانس بیاری و چه و چه مساوی بشود، رفتی رو پنالتی، اونجا دیگه شیریا خطیه. آره داداش، آی من بهترین دروازه‌بان رو دارم، من بهترین پنالتی زنا رو دارم، اگه 5 تا بزنیم 5 تا بخوریم، هنوز ما از 6 تا پنالتی زن داریم، اینا چرت پرته. چون در پنالتی ثابت شده پنالتی 50-50ه، 50% شانس، 50% تکنیک بازی کنه. 50% شانسی که بهت میگم یا به تیر دروازه میخوره، یا یهو پات میلغزه، یا دروازه‌بان جهت رو خوب تشخیص میده، یا یهو میزنی میره تو تاق طویله، یا میزنی میخوره به ساعت. خب اونجا 50-50 است، یعنی 120 دقیقه به جز حالا وقتای اضافه که گرفته شده مفید، حالا ما قانونی میگیم 120 دقیقه دویدی، 0-0 شده یا 1-1 شده، مساوی شده، تازه بعد 120 دقیقه سگ دویی به این نتیجه رسیدی که 5 تا بازیکنی که همم استرس دارن برن وایسن پشت تو پنالتی بزنن. من آزار دارم کارو به اینجا بکشم، 90 دقیقه باید کار تموم بشه. تمام فشار من در طول این سالها که هرچه بیشتر به من موقعیت دادن، من اومدم بیشتر این رو توی مغز مخاطبین خودم، تو مغز شنوندگان محترم و ملت بزرگ و شریف ایران، ملت مبارز و باهوش و هوشیار ایران و ببیشه نسل جوان ایران بکنم، همین بود که آقا جون مگه مغزتون معیوبه که این لقمه رو پس سرت بذاری تو دهنه؟ خب آقا جون، خواهر من، برادر من، عزیز من، همرزم من، هم میهن من، دادش من، عزیز دلم، عزیز وطن، خب تو چه قاشقو میتونی بزنی زیر این پولو همچه زعفرونیه اینو بکنی تو دهنه؟ خب چرا این موقع پس سر بزن دهنه؟ آخو جاوید شاه تموم شد. جاوید شاه یعنی هر 10 دقیقه یه گل زدی، نیمه اول با 3-4 تا گل رفتی نسی تو رخیان، حالا برو به جای مربی دیگه اینجا بهت نمیگه آقا آب زیاد ننوش، آقا جون آقا آب زیاد ننوش، شوخه نکن، گوش کن به حرفم، مربی دیگه باید کاری نده، میگه بچه 4 تا زدم، بچه فقط حواستون باشه رفتین مغرور نشین، امکان داره 4 تا بخونین، حواستون باشه دیگه، با استرس نمیری تو زمین، 4 تا زدی، 3 تا زدی، 2 تا زدی، بابا 2-0 جلویی دیگه، پاسکاری میکنی، آروم بازی میکنی، تیمو محک میزنی، از کجا حمله کنیم، کجا ضعیفه، بعضی موقع عشقت میکشی یه بچه دیری بزنی، یه لایی بندازی، الان دیگه بازی دست توه. چرا؟ با 2 تا زدی دیگه نیمه اول. نه آقا جون، جاوید شاه تموم شد. نه دهن توول میزنه، نه ورم قلبه میگیری، نه تب میگیرتت، هیچیت نمیشه، میگی جاوید شاه تموم شد. جاوید شاه یعنی چی؟ یعنی تمامیت ارضی کشور، یک پارچگی ایران، صلح، امنیت، آسایش، رفاه، بیمه های اجتماعی، حق شرکت در انتخابات، تساوی زن و مرد، مدرسه مجانی، تغذیه رایگان، دانشگاه مجانی، بورس تحصیلی، شرکت کارگران در سهم شدنشون در سود کارخانه، یعنی صنعتی شدن مملکت، یعنی آب آشامیدنی سالم، یعنی سد سازی، یعنی جاده سازی، یعنی اتوبان سازی، یعنی فرودگاه بین المللی، یعنی ریال قوی، یعنی دلار ارزان، یعنی آبروی بین المللی، یعنی حیثیت، شرف، آبرو، یعنی دیگه اعضای بدنت نمیفروشی، ناموست نمیفروشی، شرفت نمیفروشی، تفت صورتت نمیندازن، مسلمونی مثل آدم، مسلمونی افتخار میکنی از اینکه مسلمان متشخصی هستی و ور نمیداری استکان بذاری رو پیشونی، مهرنه بزنن به پیشونی. چرا؟ مگه آزار داری که تو خیابون تابلو بشه بگم مؤمنه؟ نه، آدم ایمانش تو دلشه، ایمان زیر چادر نیست.
ایمان به اینکه قرآن بگیرم تو دستم و تسبیح بگیرم تو دستم و الله سلام بگم سلام کن، ایمان به اینا نیست. آدم باید ایمان تو دلش باشه. اگر زاهد درون کعبه میجوید خدا را، سعدی گفته من نمیگم ها، سعدی بزرگوار گفته، اگر زاهد درون کعبه میجوید خدا را، من اندر کعبه دل با خدا دارم سخنها. خدا این توه، وجدانته، شرفته. بنابراین جاوید شاه یعنی همه چی. جاوید شاه یعنی 8-9 میلیون ایرانی آواره شده، بدبخت شده، دپرس شده، مریض شده، بیمار شده خارج از کشور که بالای 90%مون قاطی کردیم آب روغن، برگردن برای سر خون زندگیشون. جاوید شاه یعنی ملت ایران دیگه از صبح که بلند میشه مثل بید نلرزه، چی کار کنم؟ الان اعلام کردن گفتن قرار ابر تورم بیاد، یا عصای موسی، وای 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 وای، یعقوب یعقوب یعقوب، یا حضرت ابوالفضل بیدست. خب چرا؟ من آزار دارین، بیا تو خیابون بگو جاوید شاه تموم شد. جاوید شاه دیدی چقدر قشنگ بچهای خارج از کشور بازی گرفتن دستشون؟ مگه مردی که ریشکی نگفت من بلینو درست کردم؟ کجا درست کردی؟ کی درست کرد؟ فیلماش از زمان تیغ علی آقا که نیست، چهار تا لخت و پتی و زنجیر به دست و فمینیست و بچه باز و کفتر باز و همجنس باز و چیز میز باز و فرسادی اون بالا. از 100 تا جمعیتی که اونجا بود 90 تاش پرچم شروع خورشید پرچمی گذاشته بودن که یارو هر طوری فیلم برداری کرد دید از این پرچم رو نمیتونن سانسور کنن. با آوردن تومون قرمزه، تومون قرمزه، تومون خودشو پاره پوره کرد که بتونه یه جوری ثابت بکنه که اینجا دست ماست. دید نه هیچی دستش نیست، یه چیز دیگه دستشه. این یارو میکروفون دستش بود، میکروفون میگن چی میگن، یارو چیز دیگه که دستش بود. خب بنابراین شما هم که تو داخل کشورید همین جاوید شاه زن زندگی آزادی. آقا من یکی شخصا از طرف همه بچه‌ها میام پرست میگم، من کوچیک و نوکر و مخلص و چاکر و قربون و صدقه بود نوکر تمام زنان ایرانی ام. الهی خودم دور تمام زنان ایران نه یه دور، دو دور، سه دور، چهار دور، به اندازه ایران دور همتون بگردم، انقدر دورتون بگردم که شما به جای من سرگیجه بگیرید. آخه کدوم مرد ایرانی، اصلا کدوم مرد از زن بدش بیاد؟ مگر بخش آدم تیبلش باشه. خب اونم بانوی ایرانی که کرشمه بود، زیبایی و عشوه بود. اصلا بانوی ایرانی رو خداوند چنان وقت و زمانی برای بانوی ایرانی گذاشته، چنان این بانو رو نقاشی کرده که آدم دوست داره از صبح اونجا قربون صدقهش بره. خب از بانوی ایرانی فروزان میاد بیرون دیگه، آدم میتونه بگه بده. پوری بنایی میاد بیرون دیگه، عبانو ایرانی که معصوم قومی نمیاد بیرون که. این عوضی بوده به حضرت عباس، این این برکی نبوده، از اون برک اومده، پشتکی اومده. خب پس ما با زن اصلا مشکلی نداریم. زن زندگی، مگه من نمیخوام زندگی کنم؟ من بدم میاد از زندگی کردن. من میگم چی؟ میگم مرد مردگی. خب منم زندگی کردن رو دوست دارم، تو خود منم اصلا من بلدم. آخه شما باید زندگی کردن رو بلد باشی، مثل پول، پول رو خرج کردن، پول رو باید بلد باشی. خب تو پول به هر کی بده، خب میره قاقالیلی میخره، تو باید بلد باشی با 10 دلار بتونی بری یه شب حال کنی. میگه دم هم کم با 10 دلار مستم از اومدم خونه، ولی با 100 دلار میری بیرون کتک کاری میکنی، خب بهش نمیگن زندگی که. نه پس زن زندگی تکلیف روشنه، زن زندگی آزادی. کدوم آدمیه تو دنیا بگه نه آقا من بدم یاد آزادی، من دوست دارم اسارت بکشم، من دوست دارم برم زندان شکنجه بشم، مورد تجاوز قرار بگیرم، چه و چه. پس ما با این اصلا مشکلی نداریم، راهو دارن بدون عوضی نشون میدن. شاهتون رو برگردونین ایران، من خودم میرم از میدان شهیار تا میدان 24 اسفند رفت و برگشت، خودم تک و تنها پرچم ایران رو میگیرم تو دستم، پرچم شیر و خورشید، و اینقدر میگم زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، تو ماچ بکن من ماچ بکن، تو ماچ بکن من ماچ بکن. تا همه میام به جرم دیوونه من میگم من تیمارستان، میگم آقا بس، میگم نه من ول نمیکنم، من اینقدر این مسیر رو باید برم به تو پام توول بزنه. جاوید شاه رو میخوان ازتون بگیرن، رضا شاه روحت شاد رو میخوان ازتون بگیرن. چرا؟ مومد الان به شما میگم چرا. بریم اول به بچه همون سر بزنیم. جناب مهندس یک و دو رو لطف محبت بفرمایید. اولی یه کوچولوی، ای خدا چقدر این نوزو شیرینه، ای خدا، خدا انشاءالله نگرش داره حفظش بکنه و براش اسفند دود کنید برای این کوچولوی عزیز.
عرض کنم نمیدونم حالا دوسلدورف باید باشه به احتمال بله باید به احتمال خیلی قوی دوسلدورف باشه، یه تظاهرات دوسلدورف بوده، من خاص بزنم مثلا تو کل. به هر حال ببینید این چقدر قشنگ داره شعار میده این کوچولوی عزیز، و بعدم نقاشه بچه‌ها رو ببینیم، ای خدا چه دخمه رو خوشگلی. خواهش میکنم جناب مهندس. سپاس از شما جناب مهندس هاشمی گرامی و آفرین به بچه ها با این نقاشی های بسیار زیبا و بسیار بسیار پرمعنا و قشنگ. باریکالله آفرین. و دیدید کوچولو رو، این عزیز وطن رو، چقدر قشنگ گفت زن زندگی آزادی، چقدر قشنگ گفت مرد میهن آبادی. عرض کنم حضور شما خانم آقایون، بچه های داخل کشور حواسشون هم قشنگ بدید به من، حواستون جمع کنید. ممنونم از بچه هم که لطف میکنید برنامه رو پخش میکنید، پالتا، اینستاگرام و جاهایی که به هر حال لطف موبت میکنید، دست و کلاب هاست. خیلی از همتون سپاسگزارم، لطف موبت میکنید. ببینید همینان عزیز، نوجوانان، جوانان داخل و خارج از کشور، مخصوصا داخل کشور، ما 43 سال پیش بر اساس به بی سوادی خودمون، حالا مقصر بودیم نبودیم حالا داستان دیگه ای، ما یک عزیزی رو از دست دادیم، یکی از رو فراموش کنید، این اصلا این جمله رو فراموش کنید، مهمترین لحظه تاریخ ایران رو از دست دادیم. یعنی اگر سیر روند اون حرکت پهلویسم ادامه پیدا میکرد، دوران خدایگان آریا مهر بزرگ به اون همون مسیر ادام پیدا میکرد و علازد بعد چند سال کنار میکشدن فرزندشون و علازد ولایت عهد به تخت پادشاهی مینشستن و هیچ اتفاقی در ایران نمیافتاد، الان ایران شک و تردیدی نکنید، من محال رو معده حرف بزنم، با سند من حرف میزنم، من با مدرک میگم، هر کسی دشمن پهلویه پرفسور یارو هست من خودش میگه خیلی شجاعه، من که بیسواد میگه من اقتصاد دانم نمیدونم فلانم، اون از نماینده اقتصاد داناشون بیاد، نماینده چپیاشون بیاد، هر کسی دوست داره بیاد در حضور ملت لایو. من بهتون، من 4 سال اکابر رفتم، من ثابت میکنم با سند، شما باید با سند حرف بزنید نه رو معده، مثل جریان ساواک، پرویز ثابتی اومده بگیرینش خفه بمیرین، پرویز ثابتی، آقای جناب آقای پرویز ثابتی نماینده امنیت، شرف و حیثیت یک ملت در طلایی ترین دوران بود. جناب پرویز ثابتی، تمام میهن پرستان تا شاهرگ پشتتون ایستادن، محکم پشتتون ایستادین، محکم، درود به شرفتون، درود به شرف شما و همه کارمندان ساواک و همه انسانهای شریفی که عضو سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک بودن، که با ورود خدایگان به ایران این سازمان باید به وزارتخونه تبدیل بشه، اما ساواک رو حفظ میکنیم تا چشمتون بسوز کور بشه، ساواک میمونه، بعد وزارت اطلاعات و امنیت کشور هم خواهیم داشت تا دندتون نه، اون ساواک رو قوی ترش هم میکنیم. حالا اون فرشه چهار تا کمونیست پرویز ثابتی رو باید ازش شکایت کرد، ننه جون بعد از مدت ها ظهور کرده، حالا باید به مجامع بین المللی شکایت کنیم. تو میمیری، رانا نرین، راست را نرین، آمیرزا علی آقا خیار گاشته خفه بمیری، را بزن تنه لشای آشغال چپور. برحال خوب توجه بفرمایید خانم آقایون، ما الان کشورمون در ادامه روند پهلویسم در جایگاهی قرار گرفته بود که قشنگ گوش کنید، ما الان در سازمان ملل متحد در کنار روسیه،
امریکا، انگلیس، چین و فرانسه حق وتو می‌داشتیم. یعنی به جای 5 تا کشور میشد 6 تا، منتها چون همیشه باید عدد فرق باشه، یعنی یا 3 تا یا 5 تا یا 7 تا یا 9 تا، احتمال خیلی قوی آلمان هم میومد تنگش میشست، میشد 7 تا کشور حق وتو. ما جزو کسایی بودیم که اگر هر کدوم از این ابرقدرت‌ها مثلا طرح میدادن یه برنامه میکنن آقا حمله کنید مثلا به عراق، به سوریه، ایران وتو میکرد، اونا میگفتن خب هیچ، ایران وتو کرده. این از نظر قدرت بین المللی، شک نکنیم تا این لحظه تو این 43 سال که کشور ما اشغال شده، بی شک و تردید، بدون کوچکترین شک و تردیدی، دو بار یا سه بار رؤسای سازمان ملل متحد، به اصطلاح دبیر کل سازمان ملل متحد، شک نکنید ایرانی بوده، حالا یا زنده یاد خلعت‌بری یا به هر حال، شک نکنید. دو تا ایرانی یا سه تا ایرانی. ما در یونسکو به همین شکل، اونجا نماینده داشتیم، رئیس داشتیم، خیلی هم خرمون میرفت تو یونسکو. در سازمان حفاظت از نمیدونم محیط زیست، پناهندگان، خبرنگار بیمرز، با مرز، نمیدونم با پول بی پول، همه جا سر ایرانیا بود. کشوری می شدیم که پناهنده می اومد، از ایرلند می اومد تو ایران پناهنده می شد، می گوه از زیر جور اون یارو چیزه عجوزه هه. از خود امریکا سرخپوست می اومد تو مملکت ما پناهنده می شد، از مکزیک می اومد، از کوبا می اومد، از چین می اومد، از آلمان شرقی می اومد، از کره شمالی می اومد. اینا رو گوش کنی بهتون میگم. همین کردهای بدبختی که تو ترکیه و سوریه و عراق هستن به کشور ما پناهنده می شدن و و و. از نظر داخلی هیچ ایرانی الان در ایران بعد از 43 سال و روند پهلوی رو دارم عرض میکنم، حواستون بدین به من، نرین تو رویا، خب حواستون بدین به من، الان در ایران جمعیت ما یه چیزی حدود 60 تا 65 میلیون بود، بیشتر نبود، دو برابر شده بود حد اکثر تو این 40 سال، اینجوری الان نرسید مرز 90 و فلان و گدا گشنه و فلان. هیچ ایرانی در ایران دیگه کرایه خونه نمیداد، همه صاحب خونه بودن، همه ایرانیان، کارمند، کارگر، کارمندان دولت، همه صاحب خونه بودن. بازاری به این شکل دیگه وجود نداشت، بازار یه چیز سنتی میشد که برید نگاه کنید بگید اینجا یه روزی بازار ایران بوده، میشد موزه، بقالی و حمومی و خیرنبینی حمومی اینا دیگه نبود، ایران کاملا مدرن بود. نقشه تهران واشنگتن دی سی بود، تبریز نیویورک بود، اصفهان شیکاگو بود، شیراز همین لجن آقا بود، لجن جلس بود، تمام شهرهای ایران بر اساس اصول زیبای شهرسازی ساخته شده بود، تمام روستاهامون کاملا مرمت شده بود، روستایی اصلا به اون شکل نبود که مثلا اینجا این دهات ها، مثلا دهات علی آباد، دهات نمیدونم حسن آباد، نه اسامی اولا درست شده بود دیگه، علی آباد و حسن آباد و فشار آباد و زورعلی و فشار علی نداشتیم، همه اسامی ملی بود، اسامی قشنگ بود، روستای سهراب، روستای نمیدونم خسرو، به این شکل بود، یا اسامی بانوان، اسامی بچه هامون دیگه علی اصغر و علی اکبر و نمیدونم سغراب و کوراب و معصومه و فلان و اینا، از میگم معصومه خالم به هم میخوری که مرده شروع دماغت ببرم، هر دفعه من اینی میبینم یه چند روز اصلا از کنار جنس مخالف یه ورقی رد میشه، اصلا حالم منقلب میشه، مرده شروع دگ و پوز داره، این تخت اوتو میمونه فلون فلون شده. بعد یه کشوری الان داشتیم سرسبز بود، هیچ مشکل بی آبی نداشتیم، مشکل بی برقی نبود، حداقل 15-16 تا فرودگاه بین المللی داشتیم، شما از اصفهان، بندرعباس، اهواز، آبادان، خرمشهر، تهران، همدان، خرم‌آباد، شیراز، کرمانشاه، مشهد، دیگه احتیاجی نبود بیای تهران پرواز کنی بری لندن، بری نیویورک، بری پاریس، از شهر خودت مستقیم میرفتی، مثلا از شیراز امکان داشت 5 تا پرواز باشه، نه فقط به لندن و نیویورک و پاریس و برلین، مثلا میگن آقا یه پروازم برای فرانکفورت داره، یه پروازم برای مثلا شهر مادرید چیز داره، بارسلونا داره، اینا رو گوش کنید. خط هوایی ایران، اون به اصطلاح ایران ایر، الان از همه بالاتر بود، سوئیس ایر، بریتیش ایرز، اینا همه رو بذارید کنار، زیباترین مهماندار، اصلا به خاطر دیدن مهماندارا غلغله میشد که بیان بلیط هواپیما ایران رو بخره، با بهترین سرویس، خیلی هم گرون. قطارهای ایران همه برقی بود، اکثریت شهرهای ایران کاملا مترو داشت، قطار رو زمینی داشتیم، زیر زمینی داشتیم، بالا هوایی داشتیم، یک کشور کاملا مدرن که تمام جهان بگن
آرزو داریم فقط ایران رو ما 3 روز 4 روز بریم ببینیم. سواحل ایران پر از بهترین هتل ها بود، شیک شیک، که خود ما بریم ببینیم، خودمون کف کنیم ببینیم. از آستارا 8 پر بیا برو تا اونور گرگان و گنبد. سواحل جنوب بون به همین شکل، جاهای تو همین کردستان خودمون که الان جووناش دارن بار با خودشون میبرن، کولبر شدن، مسابقات اسکی جهانی برگزار میشد، پاتیناژ روی یخ برگزار میشد، خیلی مدرن میشد ایران. همون کویرا رو میبینی طوری ساخته میشد، همون کویر لود، کویر نمک که از دنیا بیان میرن اینجا، میرن بریم نمیدونم تگزاس رو ببینیم، بریم آریزونا رو ببینیم، میومدن اونجا رو ببینن، کویرامون رو ببینن. رودخونه هامون پر آب بود، ملت هیچ کس دیگه عقده‌ای نبود، هیچ کی نگاه نمیکرد ببینه این چی خریده اون چی خریده، حسادت بکنن. همه مهربون بودیم، همه کردارمون پندارمون گفتارمون نیک بود. هیچ ایرانی نبود بگه رفتم بیمارستان رام ندادن، آقا این دارو رو نداریم. شما تو ایران نمیشنیدی بگن نداریم، همه چی بود، دوا بود، دارو بود، مدرسه بود، دانشگاه بود، صنعت بود. ایرانی سواری شیکترین اتومبیلای ساخت مملکت خودش میشد. اکثر جهان در اکثریت کشورهای صنعتی جهان اتومبیل‌های ایرانی را میرفت که همه کف کنن. لیموزینش بود، کاپریش بود، سوسولیش بود، دودرش بود، شیشترش بود، پروازیش بود، درش اونجوری بیاد. ولی ایرانی هم خوش سلیقه، همه مدلی بود، بلیزریش بود، نمیدونم بنزی کوچولوی کوپه‌ایش بود، همه چیش بود. دوچرخه سازی داشتیم، اتومبیل سازی داشتیم، موتور سازی داشتیم، صنایع نظامیمون پرفکت. ما جز فروشندگان چیز نظامی میشدیم، تانک میفروختیم، هواپیما میفروختیم، هلیکوپتر میفروختیم، اسلحه میفروختیم، ما نارنجک میفروختیم، موشک و یارو راکت ماکت میفروختیم. ما الان در چیزهای فضایی، پروژه های فضایی 100% سهیم بودیم. شک نکنید تا حالا 10-15 دفعه ما هم فرستاده بودیم بالا، نمیدونم فضانورد آقای فلان، نه این مرد که یارو چیزه چیه، یارو در بداغونه رفته تو ناسا با اون یارو چیه، انموشی که اون یارو از این نه، از این آشغالا نه، نوکر نه، آدم میان پرست. بانوان ایرانی الان به کره ماه هم رفته بودن، پرچم سرنگ شروع خورشید نشان ایران تو کره ماه زده بودن، مریخ هم رفته بودیم، پایگاه فضایی می داشتیم، اینترنتمون سریع ترین اینترنت جهان بود، خلیج همیشه یه پارس بدجوری خلیج بود، برق می زد، برق می زد، یعنی تا اون تهی تهشو می دیدی. دریای عمان مال ما بود، بود تنگه هرمز مال ما بود، بقیه جزایر هم مال ما بود. خودشون می اومدن به ما، آقا نمیتونیم جمع و جورش کنیم، گفتیم باشه بده ما کرایش میکنیم. دست خرکوتا، تو سواد نداری، بی شعور، نفهم تازی. خب تمام کشورهای دنیا در کشور ما چیز داشتن، کشورهای آدم حسابی، نه کره شمالی و نمیدونم کوبا و فلان و لیبی، در کشور ما سفارت داشتن. ما در تمام کشورهای جهان سفارت داشتیم، در اکثر کشورهای جهان به جز سفارت 6-7 کنسول داشتیم. مثلا تو همین آلمان به جز برلین، تو هامبورگ، تو دوسلدورف، تو فرانکفورت، تو مونیخ، اونجایی که لازم بود کنسول داشتیم که داشتیم. تو فرانسه و همیشه تو همین امریکا 15 تا 20 کنسول داشتیم. دانشجو بود که از تمام دنیا می اومد برای رفتن به دانشگاه‌های اون دانشگاه‌هایی که قرار بود زده بشه در ایران، که رشته پزشکی ایرانی در جهان بی‌نظیر می‌شد، رشته مهندسی نفت در جهان بی‌نظیر می‌شد، مهندس راه و ساختمان بی‌نظیر بود. می‌گفتن می‌خوای معمار بشی بری تو ایران مهندسی معماری یاد بگیری و و و اینا رو شنیدید همه رو؟ فرمودم بله. حالا مومن خودم کف کردم، وای به حال شما که دارین گوش می‌کنی. جناب مهندس شماره 3 رو لطف و محبت بفرمایید. بله 3 رو لطف و محبت بفرمایید. بچه‌ها زنگم بزنید. بعد امروز فقط یک شعار بیشتر نداریم و برگردیم رو ریل آزادی و با هم یک پاچه و یک دست بیستیم و یک شعار بیشتر نداشته باشیم. این ما رو از سریع‌ترین راه رسیدن به مقصد آزادی است دوستان. اینو نگذارید جریاناتی بخوان شکاف بندازن. تحت تأثیر سایبری ها و فضای تویتری نباشید که هی این من اومد پاچه میگیرن. حواستون باشه. خوب میدونید چی دارم میگم نه؟ نگذارید جریاناتی بخوان شکاف بندازن.
تحت تاثیر سایبری ها و فضای توییتری نباشید که هی این برامر پاچه میگیرن. حواستون باشه. خوب میدونید چی برام میگم نه؟ سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. من امیدوارم در بین این ایرانی ها آرزو میکنم فقط یک تن ایرانی با شرف، فرزند یه نظامی، یه ایرانی با شرف که واقعا میتونه این حرفی رو که الان من میزنم و ضبط بکنه، همین یک دقیقه رو بده به دست خود اعلیحضرت، نه که به دست ما. اگر میتونید، اگه شرافتمندانه این قدرت رو دارید، خالی نبندینا وجدان جناب احمدی، عمو رضا، رفتم رسوندم جون پدرت مادرت رو به شرفت. اگر میتونی این حرف منو همین یه دقیقه رو ضبط کنید بدین به دست اعلی حضرت. حالا حرفامو میزنم، 1 2 3. اعلی حضرت، سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، شما رو سوگند به خاک ایران، به خاک پدرتون، به خاک خواهر و برادرتون، تو رو به جان فرزندانتون، اینقدر خیال نکنید که میتونید به این راحتی هم بیاین تو جمعیت. اعلی حضرت خیلی تو تیر رسید، شما خیلی بی‌محابا میاد بیرون، شما مال خودتون نیستید، ما ایران امیدش به شماست. ملت رو اصلا ول کنید، آدم ها رو ول کنید، ما هممون میمیریم دیگه، 300 سال که نمیخوام اون کنی. اعلی حضرت ایران چشمش به شماست. تمنا میکنم تو این لحظات حساس، شما خیلی بدجوری دیگه دارید میاد بیرون، اون 4 نفری که دور و بر شما، اینجوری نمیشه شما رو محافظت کرد. شما یک تیم بسیار حرفه‌ای میخوای، خیلی حرفه‌ای. خواهش میکنم ازتون، به روح پدر مادرم سوگند، من نشمردم، همینطوری زمینه میگم چون پدر مادرم رو سوگند میخورم، نزدیک به 50 تا پیام فقط از ایران داشتم. دوست داشته باشید همه رو کپی میکنم، با اسماشون براتون میفرستم، دارم هنوز تو کانال تلگرام هم دارم. این حرف منم نیست، حرف اونات. مردم واقعا ترسیدن شما رو اینطوری میبینن. خواهش میکنم، استدعا میکنم از حضورتون، جمهوری اشغالگر اسلامی خیلی خطرناکتر از اون چیزی که حتی خود اعلیحضرت تصور بفرمایید. الان 3 ماه پیش نیست اعلیحضرت، الان 2-3 ماه پیش نیست. شما ایران رو، خاورمیانه رو و جهان رو میخواید نجات بدید از دست چپ جهان. تمنا میکنم از حضور، خواهش میکنم، التماس میکنم از حضورتون، این بچه‌هایی که دور خودتون جمع کردین دستشون درد نکنه، عالی، خوب، اون دختر خانم، اون آقا پسر، اون همه اینا به جای خود. ولی اعلی حضرت شما یه تیم حرفه‌ای میخواید، تمنا میکنم از حضورتون، خواهش میکنم، جلیقه ضد گلوله میخواید، راحت بهتون بگم شما بدطوری دارید میاد تو جمعیت. استدعا میکنم ازتون، تو رو به شرفتون این حرف منو به گوش اعلی حضرت برسونید. به خدا من نمیتونم، میتونستم همین الان این کار رو میکردم، بعد از برنامه زنگ میزنم گفتم اعلی حضرت اینطوری، همین حرفا رو در گوش خودشون میگفتم. حقیقت بهتون بگم، خواهش میکنم ازتون، اگر میتونید، نه اینکه دادم به آقای نمیدونم جناب سرهنگ اویسی و دادم به دفتر رو، دادم به نمیدونم کتاب خونه و فلانه، نه، به خود ایشون، یعنی خود ایشون حرف منو گوش کنه. ممنونتون جناب مهندس. شماره 4 یه عکس لطف و محبت بفرمایید. اما اعلی حضرت وقتی شما فرمودید جناب مهندس شما لطف کنید عکسو، ممنونتون میشم، من صحبت میکنم. اعلی حضرت شما فرمودید که مردم متوجه شدید من چی میگم، حرفامو فهمیدید من چی میگم، منو قبول دارید. شما خودتون اعلی حضرت قربان میدانید که ملت ایران خیلی شما رو قبول داره و حداقلش اگر نگیم 5 سال اخیر، این 5 ماه اخیر دیگه ثابت شده. اعلی حضرت تمام ملت ایران جناب عالی رو میخواد، همه ملت ایران سلطنت طلبه، همه ملت ایران شاه دوسته، همه ملت ایران عاشق پهلویه. بازم عرض میکنم خدمتون، اگر هواپیمای شما جا پیدا کرد تو یه فرودگاهی تو ایران نشست، من سرمو میزنم. امکان نداره شما بتونید اعلام بکنید کی میاد و چه خواهد. بزرگترین استقبال تاریخ بشریت میشه که دیگه تکرار نخواهد شد. حالا من چند نمونه شو هر ما همیشه نشون میدیم، ولی
خواستم در ادامه فرمایشات جناب علی پادشاه کشورمون چند نمونه نشون بدم. این یه نمونهش فعلا بندر عباس که پرچم مقدس سرنگ شیر و خورشید نشان ایران رو زدن، که همیشه بچه ها بیان از این کارا میکنن در سراسر ایران، و حالا من از مهندس خواهش میکنم 5 و 6 و 7 رو هم لطف و محبت بفرمایید پخش کنن. سپاس از جناب مهندس یاوش گرامی. ایران بدون پهلوی یعنی سرای اجنبی. تا خون کفن نشود این وطن وطن نشود. رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی. رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی. درود بر پهلوی، مرگ بر خامنه ای. ایران شده آماده، فرمان بده شاهزاده. ایران شده آماده، فرمان بده شاهزاده. وکیل ملت کیه؟ شاه رضا پهلویه. وکیل ملت کیه؟ شاه رضا پهلویه. غمخوار ایران کیه؟ شاه رضا پهلویه. نوکت ایران کیه؟ رهبر جنبش آمد، عمر خون سر آمد. شما که امروز
قرارمون اینه که تا انقلاب نکردیم، تا انقلاب نکردیم، تا انقلاب نکردیم، تا انقلاب نکردیم. به یاد زندانیان سیاسیمون هستیم، به یاد جمهوری صالحی هستیم. لطفاً وکیل ملت کیه؟ وکیل ملت کیه؟ وکیل ملت کیه؟ وکیل ملت کیه؟ سپاس از شما جامعه سیاسی گرامی. یک قطره در اقیانوس فدائیان جناب عالی اعلی حضرت یک قطره بود و حضرت عالی هم خودتون مطلع هستید، ایران شما رو میخواد، 43 سال ایران شما رو میخواد اعلی حضرت. منتهای مراتب 43 سال شما رو سانسور کرده بودن، 43 سال یه مش دور قابچین گذاشته بودن دورور شما، مثل داریوش ناهمایون که خدا رو شد از شرش راحت شدیم به درک رفت، امیدواریم بعدی ها دست راستش زیر سر بعدی ها هم باشه، همین شهریار و بریار و نمیدونم نادر و پادر و فلان و این و امید پنجتن و آل عبا که از شر اینا هم راحت بشیم. یه مش فسیل که فقط به فکر منافع خودشونن، میدونن هم در آینده ایران خب اینا نقشی ندارن، جایی ندارن، اصلا این همونتون هواپیما بشینن باید یه دستگاه فشارخون بهشون آویزون باشه دیگه، نه؟ و فقط میان بشینن جلوی تلویزیون ها، عادتشون شده به مفخوری، چون اعلی حضرت خدایگان شاهنشاه آریامهر یه نسل مفخور بار آورد، نمیگم همشون، یه 10% میان پرست بودن، زحمت کشیدن، مثل زنده‌ها حبیدا، مثل نظامیان و غیر نظامیان، بانوان، آقایون، ولی بقیه مفخوری میکردن، پول نفت سرازیر میشد و اینم پخش میشد و بعد تو برنامه سازمان برنامه بودجه که درست شده بود به ملت خدمت بشه میشستن اونجا. یکیش همین چیز دیگه، یارو فریچتباز چیه، یارو فرامرز کیه، یارو بله. و دیدی دیگه طرز حرف زدنش مثل خاله خانباجی ها، یه آدم سبزی پاکونه بیشور و بیسواد، از این تویله به اون تویله و فلان. به هر حال عادت کردم به مفخوری، ولی این نسل نسلیه که سینه سپر کرده، تو خیابونا شعار نویسی میکنه و ثابت هم کرده، خودتون تشریف آوردید بدونی که اعلام قبلی بشه. حالا اگه شما اعلام میکردید که من قرار ساعت مثلا به طور مثال عرض میکنم 1 بعد از ظهر روز شنبه لس آنجلس باشم، خب من فکر میکنم، یعنی فکر نمیکنم، مطمئنم از سان دیاگو تا سان فرانسیسکو تا لس آنجلس صف میبستن دیگه، فقط لس آنجلس نبود، تمام کالیفرنیا صف میبست. بله و اینم دنیا میدونه، برای همین وحشت کرده، دنیا میزان علاقه ملت ایران رو میدونه. اگر مردم نگونبخت چیز، این افغانیای نگونبخت، اگر اینها هم اینطوری حمایت میکردن از اعلیحضرت ظاهرشاه، اعلیحضرت ظاهرشاه رو با مثل اونجوری خار و ذلیل، بابا پدر ملت نمی آوردنش ایران که یه مش گره‌گوری گرفته بیان دم هواپیما، نمیدونم هزاره و پشتون و مشتون و نمیدونم پش فروش و پشمک فروش و فلان اینا بیان، بعد اون یارو گره‌گوری گرفته چی بود، حامد کرزای، بله، نوکر جمهوری اسلامی، از نوکران قدیمی انگلیس، یعنی فتوکپی خمینی،
بله اونم بیاد با شال سبز و اون کلاهه و تسبیح و چون اون بافت افغانستان این تیپ آدم ها رو میپذیره. سلام علیکم. دو تا سوت بلبلی زدن شاه مملکت وارد شده دست دادن سلام علیکم اللهم سلام. بابا رو بابا رو بردن رو کوه اونجا قبلا چیزش بود کاخش بوده بنده خدا معلوم نیست چی بوده فلان اینا، یه در تمیزی کردن یا با آفتابه یا آب و جارویی کردن اونجا رو. خانومش هم که قبل از 24 ساعت قبل از سفر صحبه نیستش کردن، بانوی با شخصیتی بود و به علازت ظاهرشاه فرمودن که نکن این کار رو، نریم تاریخ رو خراب نکنیم. و حالا ایشون هم به خاطر ملت و حالا فشار بهش آوردن دیگه که گفتم مثلا باید حتما معصوم هم باید باشه، کرزایی هم باید باشه، حامد هم باید باشه. چقدر انگلیس حامد تو دستش داره، حامد کرزایی باشه، حاج اسمال حامد باید باشه، بعد اون یارو مثلا گرگوری گرفته چی بود جول جول عبدالله جول اون باشه، بعد معصوم قومی باشه، اینا دارن زیاد تو دلش بود. منتها اسامی عوض میشه، اون عبدالله جول بود این معصوم قومیه، اون حامد کرزایی بود این حاج اسمال حامده، فرق نمیکنه من و شما نداریم. بله بعد شما هم میشی بابا 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 گفتی که لگم فروش دوز، گفت ما اصلا چرا ما بگیم شاه بگیم بابا 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 بابا. منتهی مراتب ملت ایران خوشبختانه به دلیل اون تاریخ پرشکوه و پر از فراز و نشیب که مردشور فراز و نشیب هرچی انگلیسی رو ببرند، انقدر ما تو این تاریخمون سرسره بازی کردیم، انقدر از پله‌ها رفتیم بالا نفسمون گرفت، سربالایی انقدر رفتیم نفسمون گرفت واقعا، بعد یه دفعه انقدر سرازیر شد که کله ملاق شد رفت تای در جاده چیز چالوس. بله به دلیل داشتن اون چیز تاریخی فراز و نشیب و نشیب و فراز، حالا چه فراز چه نشیب چه فرهاد چه شیرین فرقی نمیکنه، به هر حال ملت زیر بار لندن نرفت. خدا رو صد هزار مرتبه شکر رضا شاه بزرگ و خدایگان آریا مهر بزرگ چنان زمینه رو ریختن که ملت ایران باجو نداد. از روز نخست گفت خدا اون پدر پسر بیامرزه، این خدا اون پدر پسر بیامرزه، این رمزمون تو دهن همه، در گوش هم دیگه، تو بازار، توی صف نفت، تو صف سیگار، تو صف برنج، تو صف هموم، تو صف بنزین، تو صف استودیوم آریامر صفیمون کرده بودن. این رژیم جمهوری اسلامی به اسمشو گذاشت چیزه سلسله صفاریان، اینا همه تو صف بودن، بعد شدیم سلسله اشکانیان، همه فرستن سر قبر رهی عشق ریختیم صفاریان اشکانیان. بله بعد در نهایت سلسله مغولیان بودن زدن بجوری تو گربه خونمونم گشتن. بله بنابراین ملت باجو نداد، ملت باجو نداد، همینطوری در گوش همچون ما ایرانی ها خدا رو شد به خاطر همون جریان فراز و نشیب سینه به سینه نقل شده. ما بچه بودیم میگفتن سینه به سینه مثلا که از سینه های مامانمون مثلا نقل شده، نه سینه به سینه یعنی تنتا روایت شده. همینطور بود که داستان عبید ماند، عبید زاکانی، داستان بهلول ماند، داستان آریو برزن ماند، داستان نادر ماند، نادر قلی، داستان شاه سلطان ماند که لو داد مملکت و داستان ها ماند، داستان هرمز چهارم ماند، داستان کریم خان، لطف علی خان، بله داستان ها ماند تا اون موقع که دیگه یارو رفت اونجا فرنگ برای خودش یه دونه چیزا و عکاس باشی آورد و این چیزا از اینجوری قرقرقرقر فیلم برداری میکنه دیگه، از اون موقع دیگه نتونستن بگن داستان، دیگه تصویر بود و بله اکتور سینما بود و فلان اینا و دیگه اسناد مون و همینطوری داستان ها ماند. خدا رو شد یه 4-5 تا صفحه از اون شاهنامه هم باقی ماند به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، حق جواب مر سخن کهن مؤلف کتاب، یعنی ابوالقاسم طوسی فردوسی. باز یه 4 تا انسان شرافتمند که امروز استاد عزیز ما، استاد سیروس افهمی عزیز، استاد بزرگ که دست پای این مرد رو باید بوسید، این انسان شریف و بسیار میهن پرست، نمیدونم به زبانم قاصر از استاد باید چگونه تعریف بکنم و تشکر بکنم سپاسگزاری بکنم. حالا ایشون اومدن دیگه
با زبانی که من شاگرد چهار کلاس اکابرم متوجه بشم به ما دارن میفهمونن که جریان سهراب و رستم و گیو و دیگه زال و رخش و اینا، این داستان سرایی که کرده فردوسی داشته اینا رو توضیح میداده، داشته به ما نصیحت میکرده. در از اسمش رو شاهنامه رو میتونیم بذاریم نصیحت نامه، پند نامه، اندرز نامه. داریم هم داریم، اندرز نامه، پند نامه، سفرهای ناصر خسرو بوده که کیه که بخونه، جمال اینترنت و عشق است. به هر حال به این ترتیب داستانامون که یه روزی یه ضحاکی میاد و بعد از مغز بچه‌ها مار از رو دوشش میزنه بیرون. ما هم بچه بودیم میترسیدیم، کلاس مثلا دوم سوم دبستان بودیم، عکسش هم نقاشی کرده بودن انسان‌های شریفی که تو وزارت آموزش پرورش بودن، نه مثل یارو که میگفت گنجی یارو چیزی بود، میگفت من وزیرم دخترش هم چیز میکنه همبرگر، اینا اینو نمیگم. به هر حال این انسان‌های شریف به ما توجه داده بودن که یه زخاکی نیادا که مغز شما جوانا رو میخوره، بعد این رو دوشش مار میزنه بیرون. بعد فریدون میاد خیلی بعجوری با پتک اینو میبره میکنه توی اون کوهه. آره منتها خب امکانات انقدر نبود، خب معلم هم تازه داشت، مملکت تازه داشت مملکت میشد، یعنی همه چی داشت پایه گذاری میشه. مثلا ما از سینما خود من ایراد میگیرم، خب نباید ایراد زیادم بگیرم. چرا؟ خب مسلمه فردین که نرفت بوده دوره ببینه توی سازمان های آنچنانی تو هالیوود، خودش یه چیزی داشت، تلنتی داشت، شد فردین. ولی بعدا خود فردین که یاد گرفت و دیگه جلو دوربین چجوری بیاد، چجوری بخنده، چجوری گریه کنه، چجوری بزنه، چجوری کتک بخوره، همش که نمیشه بزنی ولی بار کتک بخوری. و وقتی که اینا رو متوجه بشی از زیر دست زنده یاد محمد علی فردین، خب صدها شاگرد میومد بیرون که سینما ایران شکوفا میشد، خیلی بدجوری قهرمان میشدیم تو دنیا، اسکار هم میگرفتیم، به خدا میگرفتیم، داشتیم میگرفتیم. واسه همین دستمون جیمی کارتر رو قطع کرد، گفت نه حواستون باشه، ایرانی ها میخوان اسکار بگیرن، ایران میخواد تیم ملی فوتبالش رو قهرمان جهان بشه، مثلا تو فینال بعد انگلیس رو 5 تا بهش بزنه، بعد بره نیمه نهایی، بعد بره فینال آلمان 4 تا بهش بزنه. میزدیم چون ثابت کرده بودیم، در عرض کمتر از 10 سال ثابت کردیم که اومدیم تو جام جهانی. به هر حال ما داشتیم پیشرفت میکردیم، یک مرتبه بی پدر و مادرای چپ جهان اومدن این کارو کردن. خب طبیعتا همون چپ جهان الان شکم روی گرفته دیگه، نه؟ بعد میگه که خب اگر این آقا برگرده ایران، کور که نیستش، CIA، FBI، 6BI، 5BI، MI6، 6I6، 6JAT فلان اینا دارن میبینن دیگه که شما بدونی که اعلام بکنید، نه رسمی، نه با کت و شلوار و کراوات و عطر و کلون، هم بمیزمد یه شلوار جین و یه دونه تیشرت و پلوور و اینا اومدید و تازه هم مردم میگن جاوید شا، شما میفرمایید که نگید جاوید شا وایستادن اینجا، نکنید این کارا رو فلان اینا، زن زندگی آزادی با همین شعار بریم جلو اینا. 100% الان شما فردا باتون گفتگو بشه بازم همینو میفرمایید که نه من نگید فلان اینا، نگید فعلا چیزی نگید، نگید نگید بچه شما بگین کارتون نباشه. به هر حال به این ترتیب خب اینا میترسن دیگه، میگن که خب نه به داره نه به واره، هنوز تحت کنترل خودمونه، هنوز تو زندانه، هنوز کلید زندان تو جیب ماست، هنوز ما باز میبریمش تو رادیو تلویزیون ها، باز بهش میگیم که رضا پهلوی پسر آخرین شاه ایران، آخرین ولیعهد ایران، آخرین شهبانو، آخرین، میخوای شاه بشی؟ شاه نشی یا نگی من الان اعلام بکن. بعد خب ایشون هم به هر حال با یک تجربه 40 و چند ساله نمیفرمان میخوام شاه بشم، ولی نمیفرمان میخوام شاه نشم، مثلا من هیچی نمیخوام بشم، ملت آزاد بشه اینا. من خیلی دارم فضولی میکنم بی خودکی، نه خودمون نشون شما. بله جناب مهندس لطفا بعد بفرمایید شماره 8 از امشب بریم ببینیم این آدم های فوق العاده سیاسی خیلی بعجوری چیز پرست، نمیدونم خب اینو بگیم میهم پرست که نیستم، بالاخره هرچی که خودتون دوست دارین یه چیزی میپرستن دیگه. بریم یکی یکی به اینام برسیم، بعد جمعه هم بقیه شو می نشون میدیم، فعلا از یکیشون شروع کنیم، این خیلی جالبه. بله اکو لده چی دیگه و ببروهای من ناسیونالیزمی تندرو پن ایرانیستی اشمن هیل ایران که اوان هیچ کسی هم قبول نیه، نتوکانی هم قبول نیه، ما کما اتیکانی هم قبول نیه، زمانی دایچی هم قبول نیه، و تنیا دانوه ایرانی چی اسیمیلی
مونولیت لیران پیک بینن که اوش نکره من به ما پیامی سرچی شورشی جینا که لهمو ایرانیش ور جیرا و بلاو بوا و لگل ویست و خواستی گلانی دیکی ایرانیش پیوندی پیدا کرد ام فرسشنیه یا و تو ویژگ لگل بی بی سی فارسیش اوام روشن کرده و بسراحت باسم کرد براشکاویه و که اما مرزی پیشچی لکس قبول نکن هر کسی اگه به مرز دانه و باقیه که ان پی پیوز بنشتی وانیه هر کس و لعینه هر حزبه هر نتوه هر گروپه که ملاعتیه به مرزی خواه و یا باشتره و بلن بداخوازی خواه و دیتا آراوه اوانه همو لسر یک دادن درین جوره. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. من از جناب مهندس خواهش کردم گفتم بقیه شدی پخش نکنید، فقط به عنوان سند پخش کردم که نگن دروغ این صداش و فلان اینا. این نزدیک 2 دقیقه خورده ای وقت مردمم نگیریم سردرد میگیریم با این مزخرفاتش و فلان اینا. حالا از جناب مهندس خواهش میکنم لطف کنن عکس ها رو لطف کنید از 9 به بعد، دست گلتون درد نکنه جناب مهندس. از شماره 9 ممنونتون میشه. اول مزخرفات اینو من برای شما چیز کنم، دوبلاژ کنم، من مترجمم شدم، همه زبونا رو بلد شدم مخصوصا زبون زرگری. بله اینو دوستان برای من یک هممیهن کرد اینو برای من فرستاد، اون سر بالاش هم اسمش بود من برداشتم، اگر میخواد اسمشو نشون بدم چشم نشون میده. ایشون برای من نوشتن اعلان جنگ عبدالی تجزیه، یعنی عبدالله مهتدی در تلویزیون کردی چیچی روداوو نمیم چی بولان علیه شاهزاده زو ترجمه حرفای مزخرفاتی که اون گفت ترجمهش اینه، خوب گوش کنید. ناسیونالیسم تندرو و پان ایرانیست ها یعنی ما را قبول ندارم. بله 100% پدرت هم قبول نداریم. ببخشید میدونم پدر نداری، یعنی هم چیز دانی که قاضی محمد اون عراض لو باش. مخالف ملت خواندن ما هستم. بله چون شما ملت نیستید، یعنی تو که تو اصلا نه ملتی نه دولتی، تو اصلا حالت خوش نیست، تو اصلا عوضی دو دنیا به دنیا اومدی. اینا اقوام ایرانی هم. اما پیام شورش ژینا این نبود، اولا شورش نبود و انقلاب بود، دوما پیام اصلا اون پیامی نداد. بله دختر مردم میفتن کشتن، پیامی نداد، شعاری نداد. پس از آزادی خواست خود را مطرح میکنیم. پس از آزادی هیچ غلطی نمیتونی بکنی. این چرت و پرتا رو برو واسه اهل تجزیه واسه ننت بگو. از این چوسیا برای ما نیایید. ما زدیم سیم آخر، ما شاگردان تیمسار اویسی هستیم و الان وقتش نیست و هر موقع وقتش باشه بازم هیچ پهنی نمیتونی بخوری. بعدها آرایش سیاسی عوض میشود، تو اول برو سرشکلت عوض بکن، آرایش سیاسی پیشکشت. در بی بی سی بنگاه لجن پراکنی گفتم پیش شرط کسی را قبول نداریم. اصلا کسی واسه تو پیش شرط نزده، چی شما داری گنده میکنی در بداخون. و هر حزب و ملتی خواست خودش را دارد. 100% هر حزب و ملتی خواست خودش را دارد. تو هم برو پیش احزاب خودت و ملتهای خودت خواست تو بگو، خیلی بدجوری هم بگو. اینطوری باشد موافق هستیم. وای کشتن تو رو. جناب مهندس بعدی رم لطف و محبت بفرمید شماره 10 رو دیدی ترجمه کردم به جان تو. خیلی من وضع ترجمه من بودم، میتونم از طریق ترجمه هم یه دو کنی واسه خودمون رو بندازیم. بله بریم جناب مهندس لطف کنه شماره 10 رو. خب این کسی که داشت این مزخرفات رو میگفت، اینم همون دوست هممیهن شریف کرد برای من فرستاده. همیهن شریف کرد که تو تلگرام من اینو برای من فرستادی، دوست داری با آیدی خودت اسمتم بیام نشون بدم، من حقوق بازی نیستم. سند پرداخت، این دوتا سنده رو میبینید بالا، اونا سنده، اونا خیال نکنه الکی مثلا ما داریم ریز نشون میدیم. حالا من حرفم تموم شد، میتونم از جناب مهندس هم خواهش کنم اونو بزرگش کنه که شما ببینید. سند پرداخت دولت پول، عذر میخوام، سند پرداخت پول دولت بعث عراق به حزب کومله زمان جنگ، گوش کنید، مهتدی به اسم کردستان، یعنی همین که داشت زر میزد، به اسم کردستان و برای اهداف ایدئولوژی برای خودتان مشروعیت ایجاد نکنید. این سند داره نشون میده. مومن. یادمان نمی رود چگونه با صدام توافق کردید. یادمان نمی رود برای سر سربازان ایرانی در جنگ از صدام جایزه می گرفتید. ای بی ناموس. یادمان نمی رود زمان جنگ از صدام پول می گرفتید. ای بی شرف. یادمان نمی رود با مسعود بچه باز، بهش میگن رجوی، نیم وجبی، مسعود واجبی،
تبهکار عکس یادگاری میگه، خاک بر اون سرت که با اون عکس یادگاری میگرفتی، خاک حیف احمدتون، احمدتون سبزی با کنه بیشهوری، مثل این که رفته با اولاق مایی عکس میگیره بغلش میکنه، هم نشونت میده. مهتدی: کردستان پاره تن ایران است. گوش کن آشغال، اینو یه همیان شریف کرد بهت داره میگه. مردم کردستان بلا شک قریب نوازترین و از مظلومترین اقوام فلات ایران هستند. بس کنید فتنه و تفرقه را. درود به شرف جمعون کرد، درود به شرف دمت گرم. جناب مهندس لطف و محبت بفرمید 11 رو. خفه بمیرید همتون، خفه بمیرید، تا شاگردان خدایگان آریامهر اینجا نشستن، تا سربازان مشروطه اینجا نشستن، خفه بمیرید. خب یادتون میاد چند وقت پیش راجع به اکبر پونس بهتون گفتم، گفتم به موقع روش میکنن، میگن خدا یارا عاشقان است، خدا اینجوری سند میفزه که ما آبرون به شما حفظ بشه. اکبر تونس رو از تو طویله کشتن بیرون. من فکر کردم این اصلا نیست دیگه، باور کنید، ولی میگم از سرش از تو یه چاه مسترایی میزنه بیرون که زد بیرون. توییت هم بلد شده اینا، وای 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 چه طویله شده این توییت. هیچ وقت من دنبال بازی های فضول بوک و توییت اینا نرفتم. مومه: پس چرا سلطنت طلبان میگویند 100,000 نفر بودند؟ پلیس لس آنجلس حدود 3,000 نفر در تظاهرات رضا پهلوی در این شهر شرکت کردن. 3,000 نفر نبودن، 3 نفر بودن. تو هم میومدی میشدیم 4 نفر. اکبر پونس بایدون کار داریم. جناب مهندس این شماره چند بود قربان؟ شماره 11 بود. بله لطف و محبت بفرمایید 12 رو. دست گلتون درد نکنه. 3,000 نفر نبودن، 100,000 نفر نبودن، 3 نفر بودن. اعلیحضرت بود و من بودم و جناب سیاوش بودم. واسه خودمون داشتیم سخنرانی می‌کردیم. خب اولیا حضرت شاه بانو فرح پهلوی، اینو ایران چند تن از میهن پرستان برای من فرستادن، ازتون استدعا میکنم، تمنا میکنم، خواهش میکنم، عذر میخوام، فضولی منو ببخشید، جسارت منو ببخشید، ما مجبوریم بگیم. تمنا میکنم یه عده چند وقت در منزل شما دارن رفت و آمد میکنن، استدعا میکنم مواظب خودتون باشید. تمام اینا رو ما میشناسیم. تمنا میکنم از حضورتون اولیا حضرت، استدعا میکنم. این کسی که این معنیتون فارسیشو میخونم اول گوش کنید ترجمهشو، به آلمانی نوشته اونجا: ماین وونش ویگ داس ایست داس دی ارست پرزیدنت این ایران این فقاویرد و فلان. اینا الان اون آلمانی نوشته، من ترجمهشو به فارسی پایین براتون میخونم. بزرگترین آرزوم، آرزوم حالا منظورش آرزوی من، آرزومه که اولین رئیس جمهور ایران یک زن بشود. گفتم آره میشی میشی میشی، صبر کن میشی. شهبانو فرح دیبا، خب اگه میگی شهبانو باید بگی فرح پهلوی، اگه میخوای بگی فرح دیبا پس دیگه نگو شهبانو. دیدی گفتم بی سوادی. شهبانو فرح دیبا ازش خیلی استقبال کردن، یعنی اولیا از شهبانو فرح پهلوی از حرفای من خیلی استقبال کردن. این نوشته ازش، ازش خیلی بدجوری میخواد بشه رئیس جمهور ازش. ما خیلی زنهای شایستهی در زندانهای ایرانمون داریم. اگر راست میگی جون ننت اسم یکیشونو بگو. به امید آزادی ایرانمون و شادباش کریسمس با صلح برای ایران و دنیا، هورش پورکیان فری با عقد از معصومه. حالا این چیکاره حسنه؟ این در آلمان در شهرداری و در همه جا چیز میزش خیلی قهرمان و خوشبختیه. بعد اون پایینم قلب و گل و علامت بچه بازاست چیه اونجا نمیدونم، من نمیدونم من چیز بازاست نمیدونم، از اون علامت ها چیز میز داره اونجا، من خوشا نمیاد علامت ها. هی هم به من میگن آقا چیز نکن، ولی من چیکار کنم، من عادت به چیز کردن دارم. مثلا همیشه گند میزنه این رضا احمدی، یکی بزن رو دسته. جناب مهندس شماره 13 هم لطف موقت بفرمایید، چقدر فضوله این رضا احمدی، واسه همین 4 سال رفتی اکابر دیگه، من نمیتونم سیر جز پنجم. بله بریم شماره 13 هم نگاه کنیم. به 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 معرفی میکنم برژید باردو سوفیا لورن اقدس افشار، به خودش میگه مهناز. وای ننه جون تو چقدر شبیه منی، مهناز تویی. بله دوباره سر کلش پیدا شد. همیهنان گرامی حواستون به این باشه، این از اون آب زیرک هاست. حواستون به این باشه، این به زودی زود لخت مادرزاد، البته به خودش رب داره، پرومازی هم میکنه، پرومازی هم میکنه. حواستون به این باشه، این مهناز افشار میخواهد در آینده با ورود پهلوی به ایران
بشه فخری خوروش، بشه گیتی پاشایی، بشه ای بابا فرزانه تاییدی. این از اوناست که میخواد فریاد زیر آب بشه. این خیلی میخواد موی دماغ ما باشه. حواستون باشه، بفهمید دارم بهتون چی میگم. این میخواد بشه فرزانه تاییدی، این میخواد بشه شهره چیچیلو اوشیلولولولو. سوادم نداره، این کلاس نهم یا دهم، نهم دبیرستان یا دهم، اونم با 600 قبولی گرفته. الکی هم بهتون نمیگم، خدا لعنت نکند و خدا نیامرزد ایرج قادری رو که این نونو تو سینما ایران به دست ما گذاشت. آقا ایرج قادری آزار داشتیم، اگه فیلماتو بازی کرده بودی میکشیدی مثل دیگران کنار دیگه. واسه خاطر دو تا فیلم چرا آقا من این ترک منو زدی تو سینما؟ نفر اولم سمت راست، به 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 به، مفسر بزرگ جهان تقی‌زاده است. چه افتخاری هم کرده با مهناز افشار هر کرده. تقی‌زاده اینا میمونه تو پرونده که میری پیش لگن فروش دوز، بعد میگی شما پرچمو زنده کردی. خاک بر سر کسی که به خاطر یه لقمه نون و میکروفون شرف نداشته خودشو بده. جناب مهندس 14 میرم لطف و محبت بفرمایید. وای 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 وای، سر سگ میزنی خائن میاد بیرون. بله خانم آقایون نگاه کنی، سمت راست این بانوی میهن پرسته، این شاه دوسته، این بانوی عزیز. ببین چقدر زیباست، هم صورتش زیباست، هم تیپش زیباست، اصلا زیباست. این یعنی تو خیابون را میره تمام مردا قش میکنن، همینطوری قطار قطار همه میفتن زمین. این نماد ما میهن پرستانه، این بانو. وقتی بهتون میگم بانوهای بانوان میهن پرست همه زیبا و خوشگل و تودل بروان، اینه، این یه سندش. خب نه فقط ایشونا، همه بانوان میهن پرست رو شما ببینید، سن پایین بالا کم زیاد بالا، همشون یه زیبایی خاصی دارن. چرا؟ چون نیتاشون قشنگه. وقتی که اون تینتت خوب باشه صورتت هم خوشگله. اونم زنان دشمنان پهلوی، فمینیست چیچیلیست مردشه، بپوشون اونا رو پدر سوختی کسافت، دست درد نکنه جناب مهندس، بپوشون اونا رو با اون پدر سوخته. چی عقبه ای هم داره، این کلاسیک تریلی میمونه. بعد خیال میکنه خیلی هم آی لاو یو داره بی پدر اومده. 14 جناب مهندس عکس دیگه هم هست فکر کنم، بله 15 همی دست درد، به 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 به. جیسون، حالا چه دستش جواد بوده اینا چه بودم، جیسون ماشاءالله چقدرم خوشتیپه، چقدر هرچی هم میخورن پس نمیدن. بله بله دیگه، نفر وسط هم که اونجا کیه کیه پشت دیواره کیه چیز شما میبینم، اونم میبینید و بقیرم دیدین، همه رو دیدین. خیر دست گل درد نکنه جناب مهندس، زحمت کشیدید، خیلی ازتون ممنونم. همه رو دیدید فرمودن؟ بله. زو ما اینو بذاریم کنار. خانم آقایون، طبیعتا دنیا نمیخواد که سمبول پهلویسم، حالا اسمش امروز رضا پهلوی وارث تاج و تخته، فردا اسمش نور پهلویه، پس فردا اسمش فرزند نور پهلویه. این مهم نیست، خیال نکنید دنیا با شخصی به اسم رضا پهلوی، پرنس پهلوی، شاهزاده پهلوی، آقای پهلوی به گفته ما اعلیحضرت بده. نه اصلا صحبت اعلیحضرت نیست، صحبت اعلیحضرت رضا شاه دوم نیست. دنیا با فلسفه پهلویسم سر جنگ داره. چرا؟ ساده است. پهلویست بیا تو تهران، پهلویست بعدی تو کابل، پهلویست بعدی تو بغداد، پهلویست بعدی تو دمشق، پهلویست بعدی تو بیروت، پهلویست بعدی تو آنکاراست. و بعد اون چیزمیزایی که از ماها دزدیده بودن خودشون میان کلید تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، چیزستان، خیلی استان مستانم میان. یادتون نره چی بهتون گفتم ها؟ محال من سر معده حرف بزنم. حالا دعوا داریم با اونا. آقا تاجیکستان، سمرقند، بخارا، تاشکند، باکو، ایروان، تفلیس، آقا این کلید مال شماست، اشتباهی تو جیب ما بوده، صاحب خونه شمای اعلیحضرت. خب دنیا بعد میخواد با این قول ایران آریایی، با این آریانا، اصلش آریاناست، دعوا سر اینا ما میگن پرشین. رضا شاه بزرگ چرا گفت ایران نگین پرشین، نگین پرزین، نگین پارس؟ چون رضا شاه بزرگ ناسیونالیست بودند، به دنبال آریانای بزرگ بودند، با ایران آغاز کردند که پسرشون تبدیلش کنه به آریانا، که سرمونو بریدن شدیم جمهوری اسلامی. بله
دیدید دیگه نماد زن بانوی ایرانی رو دیدید، نماد اونم دیدید، بفکر نره کسافت مادش رو خیافت نمانه، حالش به هم میخوره. کدوم مردیه به این بگه عزیزم سخته با اون قیافت؟ جناب مهندس 16 رو لطف محبت بفرمین. شور اون چی همه شون هم بوی چس میدن، بعد میگن نگو. خب چرا نگم؟ خیلی بکنی دستی مدر، I love you، خیلی عاشقتونم. زن زندگی آزادی، امروز که 5 ماه از اون تاریخ میگذره هم احساس غرور میکنم هم خشم، ولی همچنان امیدوارتر از همیشه نسبت به آینده ایران. خشممو نثار همون دلالان دین و ایمان میکنم. سپاس از شما جناب مهندس یاشه گرامی. ببین گوگوش، الو منزل بانو گوگوش، ای کامی جان تویی؟ پسر تو کجایی؟ چرا نمیای با این قلی ما سه چرخ سواری بکنی؟ مامان جان خانه است؟ بگو دایی جان قاطب است. اینو گفتم که بدونی ما نسل خودتی. خب ببین گوگوش، من با تو، با بهروز و وثوقی، با داریوش حرف دارم. من نماینده یک نسلی هم که شما، ما تازه از تو تخم مرغ سر در آورده بودیم، یه نگاه بندازیم پاتونو گذاشتین روی این تخم مرغ لهمون کردیم. من دست از سرتون بر نمیدارم. هر جا بگی، تو هر دادگاهی، تو دادگاه فدرال، دادگاه سازمان ملل، دادگاه هر جا بگی میام، چون حرفم غیر منطقی نیست. تو نون زمان شاه رو خوردی. تو اگر گوگوش شدی به خاطر این بود که خدایگان آریامهر بزرگ ایران رو به جایی رسون که به تو این امکانو داد که صابر پدرت که از روسیه، از آذربایجان کردن از ما دزدیدن، بیای ایران تو بشی بهترین، معروفترین، مشهورترین خواننده ایران که کارت به سینما بکشی. بیشک و تردیدم تمام 99% بانوان ایران هم از تو مقلدشون بودی. من یه روز رفتم دبیرستان، یهو دیدم تمام خانوما، هر کسی میدیدم چرا این موهاشون قیچی شده پسرونه. به شرفم سوگن اگه دروغ بگم. بعد فهمیدیم که مدل گوگوشی زدن. تو اینطوری تو این جامعه اثر گذاشتی. پس من منکر کار هنریت نمیشم. هیچ وقتم خود من شخصا نه از صدات خوشم اومد، نه از تیپت، نه از قیافت، ولی تو در دل همه ایرانیا بودی. یعنی تو خونه ما هم بودی. یعنی صدا تو خونه ما همیشه پخش بود. یعنی من طوری میدم نه این دوباره اومد، نگاه میکردم، با لذتم نگاه میکردم، ولی طرفدارت نبودم. خب 99% آهنگاتم حفظم، شعراشو حفظم، هر کدومشو میخواد بگو تا واسط از حفظ بگم، فعل بدای واسط بگم. پس من با هنر تو کاری ندارم. فیلمایی هم که بازی کردی تمام فیلماتم من دیدم، از فرشته فراری دیدم، بیا برو تا ممل و تا نازنین و تا نمیدونم، با ایرج رستمی بازی کردی، با بهروز، با ناصر، با فردین، با رضا بیگ‌شماردی، تقی ظهوری، گدایان تهران، همه رم حفظم، دیالوگاتم حفظم. پس اینا رم بذاریم کنار. تو نون زمان شاهنشاه آریامهر رو خوردی. اعلیحضرت تشریف میارن لس آنجلس، به چه دلیلی پا میشی میری واشنگتن پیش اینا؟ چی رو میخوای ثابت کنی؟ آها، اعلان جنگ دادی، اعلان جنگ داده بودی، رسمیش کردی، دمت گرم، خوشم اومد ازت، نشون دادی که شاگرد پادوی هما سرشاری، نشون دادی که من در برابر ملت ایران روسفید شدم، روسیا نشدم. خدا یار عاشقانه 5 سال فوش خوردم به خاطر تو، به خاطر داروش اقبالی 5 سال فوش خوردم، تهدید شدم، به خیلی بلاها سرم آوردن. تارم نگفتم چون میهن پرست نباید بیاد هی چسناله کنه. منو زدن آن که عدیدم. من وایستادم سرته جونم رو واسه پهلوی میدم، هیچی هم ازش نمیخوام، هیچی. یعنی اگر علازت یه روزی روزگاری به من
رضا احمدی، بگه رضا احمدی این یه، این یه دلار، این یه چیزی به خاطر اینکه دمت گرم، میگم اعلیحضرت یه اجازه بده موقع دستت ببوسم و یه عکس بگیرن که من دارم دستت میبوسم، این بالاترین افتخاری که من دارم، هیچ چیز ازت نمیخوام به روح پدرم، چون میهن پرست وظیفه‌شم، مثل اینکه من زن دارم بچه دارم بعد منت بذارم سر زن و بچه‌م که من دارم کرایه خونه میدم، من دارم خرج میدم، من دارم... تو خیلی غلط کردی، بیجا کردی، صاحب زن و بچه شدی، مثل اینکه من به خواهرم، برادرم، پدرم، مادرم احترام بذارم، مثل اینکه من به آقای وطنخواه احترام بذارم، باید احترام بذارم به بچه، باید فوش بدی به آقای وطنخواه، یه چیزایی هست باید این کارو بکنی، میهن پرستی باید این کارا رو بکنی، من باید جونمو برای پادشاهم بدم، باید جونمو بدم، هر کس جونشو برای پادشاهش نده جونشو برای من، پادشاه یعنی ایران، پادشاه رب میهن نیست، پس نه خدا داریم نه میهن داریم، این که میگن خدا شاه میهن، این بت پرستی نیست، شاه نباشه خدا نیست، من از موقعی که شاه رفته اصلا نه دین دارم، من دیدین که میگم من دین ندارم، میهنم ندارم، کجا من میهن دارم، من پناهندم تو آلمان، تو نون زمان شاهنشاه رو خوردی، تو دربار دعوت میشدی، تولد اعلیحضرت، تولد اولی حضرت، تولد والحضرت، تو هر چی داری دولتی سر اون مرد بزرگ داری، تو اتفاقا امروز باید بری وایسی پشت رضا پهلوی که تیر بهش نخوره، تو باید بشی جلیقه ضد گلولش از پشت، داریوش اقبالی باید بیاد بشه جلیقه ضد گلولش، من از شهبال شپره توقع ندارم، من از اون یارو که موهای سفید باقر بیغر کی واسه لگن فروش دوز جنس میفروخ، من از اون توقع ندارم، یا اون یارو پسره که بی تربیت، من از اونها توقع ندارم، بازم درود به شرفشون که اومدن حداقل اظهار لطف و بعد، من از لیلا فروها توقع ندارم، واقعا ندارم، اینو کسی نبودن الانم نیستن، ولی اینقدر شرف باز دارن اومدن پادشاه مملکتشون حمایت میکنن، ولی تو ثابت کردی آدم بی سوادی هستی، ثابت کردی واقعا بی سوادی، نه سواد سیاسی داری نه شعور اجتماعی داری، چرا؟ به دلیل اینکه اصل قضیه رو ول کنی بری اونجا، هیچ بهانه‌ای هم نیاری، زیر شما همتون زیر کت اعلیحضرت برین قایم بشین، اعلیحضرت تو تلویزیون بشینه اسم منو بیاره بگه رضا احمدی دیگه خفه، میگم چش اعلیحضرت شما فرمودید خفه خفه، اما به دستور حضرت عالی خفه میشم، هنوزم دارم میگم این خائنه، این خائنه، این خائنه، این خائنه، اینم خائنه، اعلیحضرت من میگم، من میگم، من فدای شما، من میگم، ولی خفه بشم چش آقای سیاوش من از امشب خفه قطع کنی، تموم شد خدا، لعنت به پدر مادرش، صدای منو جای بشنوید، قیافه من لعنت به پدر مادرش، کسی دیگه رضا احمدی رو ببینه به فرمان پادشاه، ولی حرفمو میزنم، همه تو خائنی، خیانت کردی به پهلوی، پا همه چیشم وای میسن، خیال نکن محمود قربانی و چهار تا چاقوچش پشت سرته، من خودم ختم فلون فلون شده های عالمم زدم به سیم آخر، این کاری که کردی اعلان جنگ بود، دمت گرم، ای والله، پس بجنگ تا بجنگیم، پس بجنگ تا بجنگیم، پس وقتی من میام اینجا میشینم و میگم الکی نمیگم، من با شماها مشکل شخصی ندارم، من با تو گوگوش خاطره دارم، حداقل 20 بار تو میامی دیدمت، حداقل تو کاباره باکارو 20 بار دیدمت، حداقل 20 بار، حداقل 20 بار با ستار میخوندی توی باکارو و خیلی جاهای دیگه، کاباره ونک و صحنه های فیلم برداری که ما میومدیم جمعیت نگاه میکردیم گوگوش گوگوش اومده، بوت بودی دیگه، تو استودیو ما آریا مهر من دیدمت با عارف، ای بابا اعلیحضرت ما ایستادیم، اعلیحضرت ما فداییتیم، ایستادیم، خیلی ها به پدرت خیانت کردن، خیلی ها به خدایگان خیانت کردن، اعلیحضرت در حضور ملت ایران میگم نه پول میخوام، نه مقام میخوام، نه پست میخوام، هیچی نمیخوام، به روح مادر پدرم سربازای تعلیم دادیم، نمیگم دادم، تعلیم دادیم تو همین چارچوب و همین تلویزیون، اعلیحضرت شاهرگ بالات میدن، خودتون هم میدونید شاهرگ میدیم بالا، یعنی صد دور دورت فدایی من چیدم، صد دور که یه خار به دست پات نره، فقط خودتون رو محافظت بکنید تا اون موقع اون پاتون بخوره تو تهرون، بقیهش دیگه با ما، علازت بترسید از این بی پدر و مادرم، مومن کجا بودم دیدی؟ عکس‌ها رو دیدی؟ مهناز دست درد نکنه جناب مهندس سیاوش گرامی، یادم اندا
من از افشار تو هنوز مدارک فروش شیر خشک بچه های مردم رو کور کردی. چقدر شماها بی پدر و مادر و پست و بی پدر و ما، چقدر شماها ما رو گاگول حساب کردی؟ چقدر شما خیال میکنی ما بی شعوریم؟ شیر خشک دادی بچه های مردم کور شد. فقط دعا کنی پای الحضرت به ایران نخوره. همین بازیارا ده تقی‌زاده ادامه بده، ادامه بده. ایول دمتون گرم، بگرد تا بگردی. ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم، تا شاه رگمون پای پهلوی وایسادیم. اگر مشروطیت رو، پهلویس رو، خیال نکنید میتونید آسیبی به رضا پهلوی وارث تاج و تخت برسونید. ما فلسفه پهلویس رو به ایران برمیگردونیم. تا ته حرف منو بخونید برید، شماها میفهمید من چی میگم. متاسفانه اون مشروط خواه متوجه نمیشن. ما تقی زاده ها، ما پهلویس رو به ایران برمیگردونیم. گوگوش ها، ما پهلویس رو به ایران برمیگردونیم، برش میگردونیم. اگر شده باشه از یه درخت، از یه چوب شاه بسازیم، تاج بذاریم رو سرش، میذاریم ایشون بالا، میگیم این پهلویه دیگه. تا تب بخون برو ببین من چی بهت گفتم. حالا دیگه هر فکری داری برو بکن، ببین دیگه به چه سیم آخری ما زدیم. از یه چوب شاه بسازیم میسازیم، باید بشه پادشاهی. فرمان محمد رضا شاه پهلوی خدایگان باید تو ایران اجرا بشه. حفظ تمامیت ارضی کشور، یک پارچگی ایران، پرچم مقدس، قانون اساسی، محافظت از سلطنت، محافظت از مشروطیت، محافظت از ولیعهد. اگر پیکر اون خدا بیامرز رو نذاشتیم روی شارگمون، بر نگردوندیم ایران، اگر در ایران به خاک نسپردیمش، همه ما میهن پرستان تخم مغول و عثمان و عربیم. ببین چه فوش ناموسی از طرف خدا به همه میهن پرستان دادم. جناب مهندس دست گل درد نکنه، بریم شماره 17. یه بی سواد هم میخوام بهتون، ببین ما چقدر مردیم، چقدر شرف داریم، ما میان پرستان میان پخش میکنیم چون کارتون داریم. من سر ملت و کلا نمیذارم، کارتون داریم. اعلان جنگ دادید، میجنگیم. من میجنگم باهاتون. جنگ بچه های میان پرست، جنگ بفهمید، بکنید تو مختون جنگ. ما جنگ داریم، ما میهن پرستان با همه اینا در جنگیم. هیچ صلحی در کار نیست، هیچ آشتی در کار نیست، هیچ ائتلافی در کار نیست، هیچ اتحادی در کار نیست. گوش کنید بهتون چی میگم. اعلیحضرت تو بد مخمصه افتادن. حالا تا جمعه بیام بگم سرم پوکه. جناب مهندس شماره 16 رو گفتم، نه 17 رو. دست گل درد نکن جناب مهندس، 17 رو. این تظاهرات قرار بوده برای ایران باشه. از ساعت 12 تا 2 الی پروتست استیجی آماده کردن، 2 ساعت متداوم تریبون دست سلطنت طلب ها بوده. شعارهایی که شعارهای مخصوص این گروه هم، مثل مرد میهن آبادی، جاوید شاه، رضا شاه، روحت شاد، نانستاب داده شده. افراد معلوم الحالی که تا دیروز بازیگر رژیم بودن، هنوز که هنوز فیلم سقوط آقای حمید فرخ نژاد رو پرده جمهوری اسلامی به عنوان یه سپاهی که دختر کرد رو از دست داعش نجات میده. و این آدم های معلوم الحالی که تا دیروز سبز بودن، بنفش بودن، امروز یهو شدن سلطنت طلب. به همه این آدم ها تریبون داده شد، 2 ساعت تمام در گوش ما شعارهای سلطنت طلبانه داده شد، به شعور من توهین شده. بنده 2 ساعت و نیم درایف کردم به امید این که میام برای حمایت از مردم ایران. آدم ها از کانادا، از شمال کالیفرنیا، حتی از استیت های دیگه شاید بلیت هواپیما خریدن و گروه الی پروتست خودعه امام رو مثل سال 57 انجام دادن. و این اتوبوس مجانی که آقای پهلوی فرمودن اتوبوسی بود که ما همه سوار شدیم که برای ایرانه. و این وسط راننده سپاس از شما جناب مهندس یواش گرامی. یه توضیح من بدم، اون بانویی که من صداشو پخش کردم ایشون توضیح دادن که توطئه بوده و اعلیحضرت رو نمیدونم که اومدن و بعد ما رفتیم طرف اتوبوسا فلان. خیلی ها بالای ایداد ویداد
اینا 44 تا پیام برای من اومد، 44 تا، آره 44 تا پیام برای من اومد از همون لس آنجلس که بله این بانو درست میگفتن و فلان اینا. اما جناب مهندسم تحقیق کردن، بچهای دیگه هم تحقیق کردن، هیچ کس نمیدونسته اعلیحضرت میخواسته بیاد. مسائل امنیتی هم بوده، به هر حال شرایط به این شکل بوده، یعنی کار توطئه و فلان اینا نبوده، به هر حال هر چی هم بوده گذشته اعلیحضرت تشریف آوردن، جمعیت هم نشون داده شد و چه و چه و چه و چه. وقتی سالا فرصت بود راجع صحبت میکنم، ولی ممنونم از گزارشاتی که دادید، دمتون گرم، باری کلا که هوشیاری، آفرین، دمتون گرم. ممنونم از جناب مهندسم که لطف مواد کردن و دنبال این جریان رو گرفتن. روبرت از سری من اسامی رو بگم، روبرت عزیز ما جانسار خاندان پهلوی شیکاگو، $100 دست گل درد نکنه. همه بچه هم گفتن جاوید شاه پاینده ایران، دیگه نگم وقت نیست، کار زیاد داریم. توتی عزیز ما $20 سپاس از شما. مانیا $20 سپاس از مانیای عزیز. سین ب $20 دستت گل رو درد نکنه. سین به بانو شهلا مریلند $50 دست رو درد نکنه. بانو شهلای عزیز ما، آقا هوشنگ هم $65 سپاس آقا هوشنگ گل. شاپور عزیز ما هم $65 دست درد نکنه. شاپور جان شهردار کره ماه $50 دمت گرم از کره ماه $50. سرباز دور از وطن $50 دست گل درد نکنه. به سلامتی کارکنان ساواک، ای والا درود به شرفه، به سلامتی کارکنان ساواک و درود به روان تمام کارمندان و کارکنان ساواک که دیگه نیستن، اعدام شدن، کشتنشون بیناموسا. $100 دست درد نکنه. ایران دوست از شیکاگو همرزم ما $25 لطف کردی. فرشید هخامنشی هم آلمان $5 دست گل درد نکنه. فرشید جان، آقا فرشید و خانواده محترم هم از اورنج کانتی لطف ما بد کردن، $320 دست گل آقا فرشاد و خانواده درد نکنه. و همه بچه‌ها زنگ بزنید، یه 14 15 دقیقه وقت مونده، یه 4 5 دقیقه زنگ بزنید دستمون درد نکنه. آقای مهندس 17 رو دیدیم، آره بریم تو 18. شنیدید حرفای اینو؟ راجبش من هیچی نمیگم. حالا صاحب مومه جناب مهندس 18 رو لطف کنی ببین تا کجا سوختم. در سال 57 56 کسی رو دیدید از اطرافیان خمینی که برن با این وزیر خارجه، با این نمیدونم رئیس جمهور ملاقات بکنن؟ شما فکر میکنید این امتیاز برای یک انقلاب؟ ما میریم توی راهروی رد بشیم، وزیر خارجه مثلا فلان جا میاد رد میشیم، ما قول میشه یه عکس با هم بگیریم، عکس رو با هم میگیریم، بعد با افتخار همه جا پخش میکنیم، افتخار ما اینه که بریم با وزیر خارجه فلان. چه خبرتونه؟ خمینی تو خونهش نشست تو مفلاشاتو، نماینده وزارت کشور، نماینده رئیس جمهور فرانسه میامد تو خونه خمینی، خمینی رو میدید، بی بی سی التماس میکرد میامد بیرد باش مصاحبه کنه. خمینی دیدیم به توی استیدوی تلویزیون، قدرت دست جمعیت، دست مردمه، قدرت تو کاخ سفید نیست، قدرت تو کاخ الیزه نیست، قدرت تو این پارلمان اون آقا افتخار شده. برگشتیم به دوره قاجار، دوره قاجار رجال مملکت افتخارشون این بود مرکب تبعی دولت فخیمه انگلستانن یا دولت روسیان. برگشتیم به همون دوره، رهبران سیاسی ما مسابقه گذاشتن برای رفتن به این وزیر خارجه و اون وزیر خارجه. ذکی، واقعا ذکی، اصلا باورتون نمیشه، افتخار میکنن ما رفتیم در مثلا با فلان سناتور، با فلان نمیدونم وزیر خارجه، با فلان، اگه میشه همچی چیزی؟ جرم ملاقات با اینو، باعث خفت، باعث سرفکندگی، باعث سرشکستگی. من نمیدونم، ما از تاریخ نمیخوایم درس بگیریم؟ کاخ سفید میخواد برای ما رژیم تعیین کنه، مکرون میخواد به ما حمایت کنه، ما رو کمک کنه، میخوام 70 سال سیانه کنیم، حالا هی بلندشیم بریم در اتحادیه اروپا و در نمیدونم فلان جا و در فلان جا بشینیم بابا دنبال کارتون. افتخار ما شد اینکه نخست وزیر کانادا بیاد دست بکشه سرمون. چه بلای سر ما اومده؟ به امیرکبیر اومدن گفتن آقا شما میخواد بکشتت، پرچم روسو بزن بالا سر خونت، گفت که به دست شاه ایران بمیرم بهتر از اینه که پرچم روسو بزنم بالا سر خونم. سپاس از شما جناب مهندس هاش گرامی. آقا سعید ما هم لطف کرد، سعید عزیز بچه محل ما از آلمان $20 دست گل درد نکنه. سعید جان اولی دختر رو دیدی؟ اون که زر زد، دومی رو هم دیدی؟ آره من اینا رو میذارم واسه جمعه، اگر حالشو داشتم، فقط شرافتمندانه به شما نشون دادم. دیدید خدایار عاشقانه است؟ خیال نکنید زیر جوابش در رفتم ها، نه وقتم کمه، کار دارم.
کار دارم، فقط مهر رو گذاشتم مسجد واسه جمعه. اگر شد جمعه، حالا اجازه بدید من کارامو بکنم. فقط شنیدی؟ میدونم تو این 5 سال توی این کلاس درسی که هممون با هم نشستیم، میدونم دیگه هوشیار شدید، میدونید من میخوام چی رو به شما برسونم. علازتا فرمودن ها، متوجه هستید چی میگم؟ جاوید شاه این حرفه. زن زندگی آزادی، تو بگو جاوید شاه. میفهمید چی میگم؟ منو قبول دارید؟ خب وقتی من تو رو قبول، من میام به شما میگم مردم منو قبول دارید؟ میگی بله. میگم خب پول بدید، دارید کمک میکنید به برنامه. اگه قبول هم نشوشی که پول نمیدین که. درسته. پس مردم منو قبول داری داره. وقتی منو قبول داری یعنی چی؟ من کیم؟ شاهم. چی باید بگین؟ جاوید شاه دیگه. هیچ ترجمه دیگه هم نداره. علازت بذارید هر چون دوست دارن ترجمه کنم. ایوان. چشم علازت. زن زندگی آزادی جاوید شاه. زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی جاوید شاه. جاوید شاه. کدوم شاه؟ رضا شاه دوم پهلوی سوم. واشنگتن 8000 تا، لس آنجلس بدون اعلان قبلی بالای 120000 تا کروکیشو پلیس لس آنجلس نشون داد. همه رو من دارم. مهم. پلیس لس آنجلس نمیاد حیثیت اعتبار خودشو خراب کنه. مثلا چی؟ مثلا عاشق چشم ابروی علازت، عاشق چشم ابروی ایرانی ها، که چی بگه مثلا؟ 100000 نفر اونجا بودن فردا مدرک، اونم خبرنگارای فلون شده آمریکایی، هی کام اون پلیز، اینا 5000 نفر آدم بوده، چی داری 100000؟ میدونی چه جنجالی میشه تو مطبوعات؟ اونم خوراک این بیکارای مطبوعات بیکار اروپا و آمریکا که اصلا دنبال سوژه ها میگردن. حالا مهم، جناب مهندس بریم تو شماره 19. تمام اینو دیدید پخش کردم، دختره دیدید پخش کردم، گوگوشو دیدید، ماچه بوسه رو دیدید، ما چقدر بدبخت شدیم دیگه، باید بریم به سناتور. آره بهتره احمدی نژاد بیاریم، نریم پیش سناتور، دم بده جانم. تمام اینا به خاطر این صحنه است که الان بهتون نشون میدم. جناب مهندس 19 رو لطف کنید. عشق اومد، سلطان اومد، سالار اومد، خدا اومد. چشمتون کور شد دیدتون نر. چشمتون کور شد. سپاس از شما جناب مهندس یاش ایرامی. عشق اومد، نیرو اومد، انرژی اومد، خدا اومد، همه چی تو اون ماشین بود، همه چی تو اون ماشین بود. شرف، ناموس، میهن، پرچم، قانون اساسی، تمامیت ارضی، یک پارچگی، همه چی اون تو بود. همش در وجود این مرد خلاصه شده بود. تا چشمتون کورشی که نمیتونید ببینید، تا دندتون نه که نمیتونید ببینید، کورشید. میبریمش ایران، به خدا قسم همون تاجی که به دستور خدایگان درست شد، به دستور رضا شاه بزرگ درست شد، همون تاجی میذاریم رو سرش. اگر شده باشه ما یک دقیقه، فقط یک دقیقه ایشون رو در ایران اعلام بکنه مجلس شورای ملی، اعلی حضرت همایون، سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، یک دقیقه شده باشه ما پول عکسش رو پولای ایران بچسبونیم، رو تمرا بچسبونیم، خودش دیگه استفاده بده. یک دقیقه هم شده باید بشه شاه. واسه اون یک دقیقه 43 سال کشته دادیم، 43 سال دیگه هم کشته میدیم. میبریمش ایران، به اسم شاه میبریمش ایران. نه رهبر، نه رهبر اتحاد، نه رهبر ائتلاف، نه بابا، نه فادر، نه هیچی، فقط به یک اسم از پله های هواپیما میاد پایین این مرد، اعلی حضرت همایون، شاهنشاه ایران تشریف فرما شدن از رادیو و تلویزیونی که پدر و پدر بزرگش برای ملت ایران تأسیس کردن. فقط به این نام وارد میشه. پشت سر علازت کی میاد بذارید بیاد. دم بده جانم، دم بده، نفر بفرست. جناب مهندس آخری عکس اونو لطف و محبت بفرمایید. تا فدایش زندان نمیذاریم آب خوش گلاتون پایین بره. خانم آقایون، این عکسو از سر ساعت 1 دقیقه من میذارم روی تصویر بمونه، 1 دقیقه بعدم میتونید خودتون برید نگاه کنید. زیرش هم نوشتم کدامشان را میهن پرست میدانید. 1 دقیقه میذارم نگاه کنید. در این 1 دقیقه آره اسامیرم میگم. جناب مهندس بزنید همتا عکس بمونه، لطف و محبت دارید. روبرت جان نثار خاندان پهلوی از شیکاگو $100، سپاس از شما. توتی $20، سپاس از شما. مانیا $20، سپاس از شما. سین ب $20، سپاس از شما. بانو شهلا مریلند $50، سپاس از شما. آقای هوشان $65، سپاس از شما. دست گل همتون درد نکنه. آقا شاپور $65، سپاس از لطفه.
آقا سعید آلمان 20 دلار سپاس از لطفه، سرباز دور از وطن 50 دلار سپاس از شما، شهردار کره ما 50 دلار سپاس از شما، به سلامتی کارکنان و کارمندان ساواک 100 دلار درود به شرف سپاس از شما، ایران دوست شیکاگو 25 دلار سپاس از شما، فرشید هخامنشی از آلمان 5 یورو سپاس از فرشید عزیز، آقا فرشید گل و خانواده محترم اورژگانتی 320 دلار سپاس از لطف و محبت همتون، دست گلتون درد نکنه، خیلی ازتون سپاسگزارم. ممنونم آقای مهندس سیاوش گرامی. دیدید فرصتم بیش از یه دقیقه شد، شاید مثلا بالای 2 دقیقه شد. عکسام دیدید، برنامه بازپخش میشه، خودم تو کانال میذارم، میتونید نگاه کنید. به نظرش من نمیگم آدمای بد یا خوبه، من هیچ نظری ندارم، نظری نظر ندارد، احمدی نظر ندارد. عکسو گذاشتم، این یک قطره بود از قطرات، قطره بفرست مونس. بله داریم، از اینا داریم. خودتون نگاه کنید ببینید در طول این سالها قیافه هاشون رو دیدید، اسامیشون رو شنیدید، صداهاشون رو شنیدید، چهره هاشون رو دیدید، نظراتشون رو شنیدید، کدوم اینا به نظرتون میهن پرستن؟ آقای ایکس، خانم ایگر، دمت گرم، همشون دمت گرم، هیچ کدوم دمه، خودتون نظر بدید. من فقط اومدم نظر سنجی بزنم، گفتم یه بار نظر سنجی بزنم، خوشم اومد نظر سنجی. برها با یک جهان سپاس از همه شما خانم و آقایون، با یک جهان سپاس از جناب مهندس سیاوش گرامی. اگر نمیدونم وقت میرسه، اگه میدونم وقت میرسه کارام میتونم سریع انجام بدم، تقاضای یه ترانه هم میکردم، یعنی آهنگم میوردم پخش میکردم که دیگه فکر نمیکردم برسه. به هر حال آقای مهندس یک جهان از شما سپاسگزارم، خسته نباشید، مرد مبارز و شریف. و از همه شما خانم آقایون جملات منو گوش کنید، جنگ 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 دایا دایا وقت جنگ است، جنگ میهن پرستان. عالی کار کردید خارج از کشور. اصو تو یادم نرفته، مونیخ فراموش نشه، بتره کنی تو مونیخ بچهای میهن پرست که علازت مادش بیارن، یعنی لس آنجلس و دوسلدورف و لندن و همه رو فراموش کنید، مونیخ رو بتره کنید. دمتون گرم، با پرچم، با عکسای علازت، از هر جای دنیا میتونید بریزید مونیخ. اونجا یادتون میاد اون بیمار روانی چی گفت؟ گفت تاسوعا عاشورا روز تکلیف هست. دارم بهتون میگم مونیخ روز تکلیف هست، تکلیف تو مونیخ روشن میشه. ایول فرمودن بله. شاد و پیروز باشید تا آدینه، با یک جهان سپاس از همه شما خانم آقایونی که سنگر نگه داشتید، و بازم با سپاس از مهندس سیاوش گرامی. پاینده باد ایران، جاوید شاه. کدوم شاه؟ رضا شاه دوم، پهلوی سوم. ما زن و مرد جنگیم، ما بچه های جنگیم. علی شیره ای، چپ جهان، به جنگ تا به جنگیم، علی عزت رو برمیگردونیم. پاینده ایران، جاوید شاه.